به این برنامه تازه تبادل از قطر خوش آمدید. من گایشون با تازه ترین اخبار تجارت و سرمایه گذاری همراه شما هستم. اما در این برنامه گردش مالی بازار عتیقه و آثار هنری به 50 میلیارد دلار میرسد. اما آیا تجارت آثار باستانی سویه تاریکی هم دارد؟ و نگاهی خواهیم داشت به تلاش هایی که برای پیشگیری از تجارت غیرقانونی این آثار صورت میگیرد. عموم مردم آثار و هنری و دستساخته‌های باستانی را فقط در موزه ها می‌بینند، اما برخی هم میلیون ها می‌پردازند تا این آثار را در مجموعه شخصی داشته باشند. بازار عتیقه و آثار هنری ارزشی حدود 50 میلیارد دلار دارد. اما این بازار فارغ از هر نوع اثر هنری، نیمه تاریکی دارد که همان تجارت غیرقانونی است. لیلا همیرا که در استودیو همراه ماست در این باره بیشتر خواهد گفت و ما در آینده گزارش‌های بیشتری از او داریم. لیلا، نگرانی زیادی درباره تجارت غیرقانونی آثار هنری هست، مگر نه؟ درست است گای، موضوع جذاب و نگران کننده است. اول آمارها را ببینید. در بازار آثار هنری سهم تجارت غیرقانونی حدود 5% است و گرچه کم به نظر می آید، مشکلی دائمی و روبه رشد است که تصویر بازار هنر را خدشه‌دار می کند. بسیاری از بازارهای دنیا در جریان قرنطینه های اخیر راکت و تعطیل شدند، اما بازار سیاه عتیقه بیش از همیشه فعال بود و تنها در 2 سال 10 میلیارد دلار گردش مالی داشت. از سوی دیگر سازمان های نظیر یونسکو و اینترپل می گویند که چیز چند دانی از این مبالغ به آنها که از راه کشف عتیقه روزگار می‌گذرانند نمی‌رسد. برعکس، مبالغ نگران کننده ای از این پول‌ها صرف تأمین مالی جرم و جنایت می‌شود و چون علاقه به جمع‌آوری آثار هنری اخیراً افزایش یافته، خریدار باید مراقب باشد. پس خریداران واقعا باید مراقب باشند. آژانس فرهنگ و آموزش سازمان ملل یونسکو سالهاست برای حفظ میراث فرهنگی به شیوه درست تلاش میکند. ارنستو اوتونه رامیرز، معاون یونسکو از پاریس همراه ماست. تجارت آثار باستانی زمانی اعتبار زیادی داشت، اما چه شد که به قاچاق فرهنگی گره خورده؟ در 20 تا 30 سال گذشته تغییرات مهمی در بخش‌هایی از این بازار اتفاق افتاده و باعث شده چون این معاملاتی حدود 5% از کل گردش بازار را از آن خود کنند که پول خیلی زیادی است. امروز قاچاق عتیقه‌جات آسان‌تر شده چون این آثار عمدتاً متعلق به اماکن میراث جهانی‌اند و خیلی از آنها را می‌شناسیم. و البته دلیل آن اتفاق روشن است، چون برخی از این اماکن هنوز کشف نشده یا تحت بررسی هستند و بنابراین اشیاءشان هم در جایی ثبت نشدند و اینها آثاری است که ما از وجود آنها به کلی بیخبریم. ممنون از شما ارنستو. پس آثار و اشیاء کشف نشده کار تعیین اصالت آثار را برای سازمان‌های نظیر یونسکو و دیگر کارشناسان دشوار می‌کند. از آنجا که فروش عتیقه‌جات مسروقه ابعاد جهانی دارد، برای مقابله با آن نیز شبکه‌ای بین المللی از نیروهای حافظ قانون لازم است و اینجاست که اینترپل وارد کار می شود. دایره جداگانه‌ای از این سازمان به مبارزه با تجارت غیرقانونی دارایی‌های فرهنگی اختصاص یافته و این دایره اخیراً شیوه تازه ای را نیز برای ردیابی عتیقه‌جات طراحی کرده. گزارشگر ما سیرین سریع به مرکز اینترپل در لیون زده است. بله گای، اینترپل میگوید در حال حاضر با غارت بی سابقه میراث فرهنگی در کشورهای جنگ زده روبرویم و تشخیص اینکه این آثار از راه غیرقانونی به دست موزه و مجموعه دار میرسد کار آسانی نیست. آنها اپلیکیشنی به نام ID Art ساختند که به تشخیص اصالت آثار کمک میکند. بیایید با هم به طرز کار آن نگاهی بیاندازیم. واکنش اینترپل به موج عتیقه‌جاتی که اصطلاحاً عتیقه‌های خونین نامیده می‌شوند چه بوده است؟ این پدیده جهانی است و نیاز به همکاری کشورهای مختلف دارد. بنابراین نقش اولیه اینترپل حمایت از واحدهای ویژه پلیس کشورهای عضو این سازمان است. یکی از ابزارهایی که ما طراحی کرده ایم اپلیکیشن ID Art است. این اپلیکیشن نشان می‌دهد که آیا شی مورد نظر در لیست ما ثبت شده یا نه. و اگر شده باشد، یعنی دزدیده شده است.
مهمترین ویژگی این اپلیکیشن دکمه قرمزی است که با فشردنش پیدا شدن شی را به اینترپول اطلاع می‌دهید. ID Art ابزار فوق‌العاده‌ای برای افسران پلیس، ماموران گمرک، فروشندگان آثار هنری و حتی افراد عادی به شمار می‌رود. اخیراً در اسپانیا و رومانی به این وسیله اشیای هنری مسروقه‌ای را شناسایی کردند. همزمان با آنکه یونسکو و اینترپول مشغول آگاهی رسانی به عموم و مجموعه داران درباره اشیای هنری مسروق اند، برای کاهش جرائم در این زمینه دیگر چه میتوان کرد؟ این پرسش را با دبورا لر، عضو انجمن محافظت از اشیای باستانی در میان گذاشتم. مسئله بسیار مهمی است که باید با آن پرداخت. باید ساختار قانونی بین المللی در این زمینه تغییر کند. باید این مسئله جرم به شمار بیاید و مجازات سفت و سختی داشته باشد. این کار درست مانند ورود به خانه شخصی و دزدی از آن است. یعنی کسی وارد یک محوطه تاریخی یا یک موزه می شود و اشیای آن را می دزدد و کسی همین اموال مسروقه را می خرد. باید مسئله را اینطور دید، چون پول چنین معاملاتی غالباً صرف جرم و جنایت سازمان یافته می شود. پس این کار نوعی جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت، توصیف تند و تیز دبورا لر را شنیدیم که معتقد است سرقت دارایی‌های فرهنگی مثل دزدی اموال شخصی نیازمند مجازات شدیدتری است. و حالا نوبت به بخش تجارت در 60 ثانیه می‌رسد. دولت چین آمار تورم و تجارت ماه مارس گذشتهش رو اعلام کرد که نشان می‌دهد این کشور پارسال به یمن افزایش تقاضای جهانی بالاترین تراز تجاریش را داشته. از طرفی کاهش تقاضای املاک و موج تازه کووید سبب کاهش تورم این کشور شده و دست بانک مرکزی چین را برای تقویت اقتصاد باز می‌گذارد. سازمان اوپک با انتشار گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که بازار امسال هر روز نیازمند 28.9 میلیون بشکه نفت از سوی اعضای این سازمان خواهد بود. امریکا سبب تولید بیشتر نفت می شود. و شرکت بریتانیایی فروش آنلاین لباس به نام آسوس گزارش درآمد سه ماهه نخست خود را منتشر کرد که میگوید درآمد فوق‌العاده پارسالش احتمالاً تا 40% کاهش می‌یابد و بازگشت احتمالی مشتریان به فروشگاه‌ها نیز عرصه را بر این شرکت تنگ خواهد کرد. و در نهایت باید گفت بازار آثار هنری و عتیقه علارغم همه‌گیری داغ بوده و همه جا حراج و مزایده در جریان است. اما تجارت غیرقانونی با آنکه سهم کوچکی در این بازار دارد می‌تواند اعتبار برخی موزه‌ها و مجموعه داران برجسته را خدشه‌دار کند. این برنامه ما هم به پایان رسید. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یورونیوز سری بزنید. ممنون که بیننده ما بودید و تا برنامه بعد خدا نگهدار.